سرمایه‌داری رفاقتی. سرمایه‌داری رفاقتی زمانی است که کسب و کارها امتیازات خاصی از دولت دریافت می‌کنند. اسمیت در کتاب ثروت ملل نوشت: زمانی که بعضی از سرمایه‌داران یک صنف با هم گفتگو می‌کنند، حتی اگر برای تفریح و شادی باشد، توطئه‌ای علیه مردم شکل می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند. اسمیت تشخیص داد که کسب و کارها از انگیزه کافی برای ایجاد کارتل و عدم رقابت برخوردار هستند. اما این برنامه‌ها و توطئه‌ها زمانی شکست می‌خورد که بازار آزادی وجود داشته باشد که رقبای جدید بتوانند وارد رقابت شوند. اسمیت همچنان فهمید که کسب و کارها می توانند با لابیگری باعث شکل‌گیری سیاست‌های حمایتگرا شوند. سیاستی مانند مالیات بر واردات که باعث عدم رقابت شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد انحصارهای داخلی می‌شود. تمامی این حمایت‌ها و امتیازات باعث سود بردن گروهی اندک به بهای ضرر گروهی بزرگ می‌شود. با وجود هشدارهای اسمیت، هنوز کسب و کارها برای کسب امتیازات خاص تلاش می‌کنند و دلایل آنها برای توجیه این امر اغلب متناقض است. برای مثال، کسب و کارهای جدید از دولت درخواست حمایت می‌کنند تا برای رقابت آماده شوند. در عین حال، شرکت‌های قدیمی نیز درخواست حمایت می‌کنند تا تحت فشار رقبا و نوآوری‌های جدید از بین نروند. به علاوه، حمایت‌گرایان اغلب از احساسات ناسیونالیستی و امنیت ملی برای توجیه امتیازات خود استفاده می کنند. اما این حقیقت تغییر نمی کند که آنها رفاه کل جامعه را فدای رفاه گروهی اندک می کنند. راهکار آدم اسمیت برای از بین بردن سرمایه‌داری رفاقتی، بازارهای باز و رقابتی است. فضایی که در آن کسب و کارهای جدید آزادانه می توانند انحصارها را به چالش بکشند.